سلام چهارشنبه پانزده اردی بهشت 1400 5 می 2021 میلادی 150 نفر از مقامات سابق سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر نامه ای به خانم میشل باشت معاون دبیر کل سازمان ملل نوشتند و در این نامه خواستار این شدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته مخصوصی رو برای تحقیق و تفحص بین المللی در مورد کشتار سال 67 تشکیل بده. در این نامه به جزئیاتی پرداختند در مورد این جنایت علیه بشریت و یادآور شدند که عده از هیئت مرگ و دستن در کاران این کشتار همکنون در مقامات بالا هستند مثل آقای رئیسی که رئیس قوه قضایی است و آقای آوایی که وزیر دادگستری است جالبه که قاتلین و آدم کشان در رأس دستگاه قضایی کشور هستند بر صورت این نامه که نامه مهمی هم هست و اشاره هم داره به مواردی که در مورد سایر ممالک و اقدامات نقض حقوق بشر و جنایت های علیه بشریت حیعت های مشابهی تشکیل شده و ابراز و امیدواری کردند که دیگه اعدام نباشه و همینطور هم حقایق روشن بشه و گور و آرامگاه عزیزانی که کشته شدند هم حکومت نخواد که از بین ببریم کاری که اخیرا از مدت قبل کرده و اخیرا هم ادامه داده در میان امضا کنندگان شش برنده جایزه نوبل نخست وزیر سابق کانادا رئیس جمهور سابق ایرلند خانم مری رابینسون و معاون سابق دبیر کل سازمان ملل هم دیده میشه اما قبل از سخندانی اخیر آقای خامنه ای تلویزیون کلیپی رو باز پخش کرد که در اون سپاهیان رژه میرند و در واشنگتن کنگره امریکا منفجر میشه و همینطور تعدادی از طلاب و روحانیون هم در بیت المقدس رژه این کلیپ کوتاه که سرودی هم روی اون هست به شدت تحریک‌آمیزه و واکنش هایی رو در واشنگتن برانگیخته از جمله نمایندگانی از مجلس نمایندگان امریکا سناتورهایی از سنای امریکا که خطاب به دولت آقای بایدن در خصوص همین فیلم گفتند که با چه کسی دارید صحبت میکنید حکومتی که دشمنی شد تمام نکرده و هنوز هم خواب نابودی امریکا و واشنگتن رو میبینه اما همین سخنرانی آقای خامنه ای که قبل از اون در واقع آقای ظریف نوارش منتشر شده بود و ایشون یک اشاره گذرایی کرده به مسئله سیاست نگاه به شرق یعنی روسیه و چین و حسب معمول هم آقای خامنه ای اون رو برد زیل دشمنی با آمریکا و لزوم این کار منتظر بودیم که روس و فیل های مارک دار صداشون در بیاد و به آقای ظریف نه فقط بپرند بلکه در واقع از روسیه و نفوذ روسیه در ایران دفاع کنند آقای علی اکبر ولایتی که بسیار مشهور به اینکه مهره مارکدار روسیه هست به میدون اومد و ایشون مطرح کرده که ایرانیان مقیم غرب از عوامل روس ستیز هستند و ایرانی ساکن در کشورهای غربی زیاد داریم ولی در چین و روسیه ایرانیا کم هستند منظورشون نیست که اینهایی که در غربن پرو غرب شدن و اگر ایرانیان زیادی در روسیه و چین باشند طرفدار چین و روسیه میشند و به این ترتیب دیگه تبلیغ علیه روسیه نمی جالبه که به ایشون باید گفت که نه فقط فرزندان مقامات همین نظام بلکه فرزندان مقامات روسیه و چین و یا پولدارهای اینها هم در اولین فرصتی که پیدا کنند خودشون بلند میشن میرن به کشورهای غربی و این سوالو باید ایشون بکنه که چرا ایرانیا نمیرن به این کشورهایی مثل روسیه و چین در حالی که واقعیتی نیست که خود حضرات هم وقتی آبی زیر پوستشون میره اول فرزندانشون و بعد هم خودشون راهی کشورهای غربی میشن ضمن آقای ولایتی دفاع جانانه هم از روسیه کرده روی تمام اجهافات و جنایت روسیه چه در دوره تزاری چه در دوره شوروی کمونیستی و چه در دوره جمهوری در حق ایرانیان و ایران سعی کرده که ماله بکشه و تبرعه کنه اونی که مال دوره تزاری بوده گفته با سرکار اومدن کمونیست ها منتفی شد الانم که اصلا کمونیست ها دیگه مطرح نیستند و این تبلیغات که در واقع اون اهداف جهانی کمونیست ها رو میخواد به این روسیه سرایت بده و خلاصه رابطه ما با روسیه راه بردیست و خلاصه علیه اون کار بر صورت این طور آشکارا سنگ روسیه رو به سینه زدن از سوی مشاوره اعظم و ارشد آقای خامنه ای و یا روزنامه کیهان متعلق به آقای خامنه ای که گاهی آقای حسین شریعت مداری و قلم به مزدان کیهان تهران جوری از روسیه دفاع می کنند که حتی حزب توده در برو بروی وابستگی به شوروی هم جرأت نمی کرد در نشریاتش این گونه دفاع کنه از شوروی و این حضرات که اینطور سنگ روسیه رو به سینه می زنند احتمالا بخشی از دستورات روسیه است برای ضربه زدن به احتمالا کسانی که خواستار تعدیل فشار روسیه به ایران شدن بر صورت باید منتظر بود که اگر مجتبا خامنه ای و گروه های که دور او هستند بخواهند پای چین رو بیشتر باز کنند و اندکی از فشار روسیه کم کنند روسیه با عوامل پیدایی مثل آقای ولایتی یا پنهانی که در سپاه و اطلاعات و بیت رهبری و غیره داره به بیکار ننشینه و به مقابله برخیص. شورای نگهبان تغییری رو در قانون انتخابات پیش رو داده که بدون اینکه اونو برگردونه به مجلس که تصویب بشه مستقیما ابلاغ کرده یعنی در واقع همین قانون اساسی نیم بند رو هم خود شورای نگهبان قانون اساسی زیر پا گذاشته جالب تغییراتی هم که دادن در مورد شرایط انتخابات ریاست جمهوری گویی یک عده دوروبر خودشون رو مد نظر دارن برای اینکه گفتن باید بین چهل ساله تا هفتاد و پنج ساله باشه فوق لیسانس داشته باشه به هیچ وجه سابقه سو نداشته باشه به خصوص منظورشون سال 88 و جنبش سبز و احیانا مخالفت های سیاسی است چهار سال سابقه مدیریت کشوری داشته باشه و ضمنا فرماندهان عالی نیروهای مسلح هم میتوانند در عین فرمانده نظامی بودن کاندیدا بشن این تغییرات که به طرز آشکاری جهت دار هستشت هم در جهت آوردن کسانی و هم در جهت حذف دیگرانی جالبه که کاملا از روال غیر قانونی از سوی شورای نگهبان انجام گرفته اما آقای روحانی امروز چهارشنبه مطرح کرده که تا پایان تیر ماه همه در ایران واکسن میزنند. او گفته ده میلیون دوز واکسن تا هفته آینده وارد میشه و این در حالی است که نگفته که از کجا چگونه چه شرکتی و چرا تا الان پس وارد نشده تا الان اگر آمار حکومت درست باشه تا همین دیروز تنها یک میلیون و سیصد هزار دوز واکسن تزریق شده که نسبت به 64 میلیون نفر جمعیت بالای 18 سال ایران که 128 میلیون دوز واکسن نیاز دارند کمتر از یک درصد هم هست اما امام جمعه آبدانان در استان بوشهر معلوم نیست چطور یاد کارگران شرکت اپل افتاده در کجای دنیا معلوم نیست ایشون فرمودند که نگران کارگران اپل هستیم برای اینکه روزی دوازده تا هجده ساعت کار میکنند و حقوقشان هم در ماه شست و هفت پنده معلوم نیست چرا کارگر اپل باید به دلار حقوق نگیره یا اگر هم اون بخشهایی که در چین ساخته میشه به یوان چین نباشه و پای پوند انگلیس به میون بیاد به امید پیروزی ایران و ایرانی